همونطور که پیشتر گفتم بسیاری از شخصیت‌های مطرح و پرنفوذ بعد از انقلاب در مراسم شرکت کردند، اما آقای خاتمی رئیس جمهور پیشین در این مراسم شرکت نکرد. جمشید برزگر همکار من کماکان در استودیو با ماست. جمشید، همونطور که مریم هم اشاره کرد، آقای خاتمی خودش نرفت، باز تشویق کرد مردم رفتن. آقای خاتمی شاید به عنوان تنها رهبر جنبش سبز که در حصر نیست و امکان اینو داره که رسانه‌ای داشته باشه و پیام بده، بعضی معتقدن که او بیش از حد داره مدارا میکنه. خب تلقی‌های متفاوت و قضاوت‌های متفاوتی در مورد عملکرد آقای خاتمی در سال‌های اخیر وجود داره. به هر حال مثل زمانی که او رفت و در دماوند رأی داد بعد از اون حوادث، خب بسیاری انتقاد کردن، بسیاری فکر میکردن درسته، بسیاری بعدا با اشاره به نتایج انتخابات سال 92 اون اقدام رو درست قلمداد کردن. این بحث هم در همین سال گذشته هم در جریان انتخابات مجلس هم مطرح بود، مجلس و مجلس خبرگان. در اون زمان هم خود آقای خاتمی در واقع منع شده بود، میدونیم ممنوع تصویر هست، این محدودیت ها بر تازگی نداره. او حتی در مراسم تشییع جنازه و ختم خواهر خودش هم اجازه پیدا نکرد که شرکت بکنه، یا مثلا در مراسم عروسی دختر مهندس موسوی و خانم رهنورد اجازه پیدا نکرد، ولی با وجود این پیام داد و اون جمله معروف رو گفت که تکرار میکنم که همه شرکت بکنید. در همون زمان هم بحث آفرین بود و روش او از سوی کسانی که معتقد بودن با این روش ها نمیشه جمهوری اسلامی رو در واقع وادار به کوتاه آمدن کرد، حداقل که رهبران معترضان رو از حصر بیرون بیارن، اونها انتقاد میکردن. ولی کسانی که همچنان معتقد هستن که تنها راه این هست که از طریق انتخابات و از طریق در واقع حضور در چارچوب قدرت، در چارچوب قدرت این اصلاحات تدریج رو به پیش برد، اونها طبیعتاً مدافع آقای خاتمی هستند. خب آقای خاتمی به هر حال تردیدی نیست که هنوز در بین بسیاری از کسانی که به اصلاحات در جمهوری اسلامی امیدوار هستند یک چهره مرکزی قلمداد میشه و بسیار مورد توجه هست. به هر حال او رو به عنوان رهبر اصلاحات میشناسن، طبیعی است که حرف او در میان طرفدارانش بسیار شنیدار داره. با توجه به فشارهایی که بهش اشاره کردی و محدودیت‌هایی که آقای خاتمی داشته و مرگ آقای رفسنجانی، به نظر تو در آینده وضعیت آقای خاتمی چطور خواهد شد؟ آیا محدودیت‌ها به او بیشتر خواهد شد یا امکان تغییر در وضعیت فعلی وجود داره؟ پیش‌بینی و گفتن یک در واقع جمله قطعی بسیار دشوار هست، برای اینکه میتونه عوامل متعددی میتونه وارد کار بشه و تصمیم گیری ها رو تغییر بده. ولی اگر عامل جدیدی وارد این معادلات نشه، باید انتظار داشت که این محدودیت ها اگر بیشتر نشه در همین حد باقی بمونه. حتی در دوری که خود آقای رفسنجانی بود، او هم قادر نشد که از شدت این محدودیت ها در مورد آقای خاتمی کم بکنه. اینها دیدارهای مرتب با هم داشتن. حتی آقای روحانی رئیس جمهوری دیدارهای مرتب با آقای خاتمی داره، اینها به صورت غیر رسمی. به هر حال حلقه هستند شامل آقای خاتمی، حسن خمینی، حسن روحانی و در قبل تا پیش از درگذشت اکبر هاشمی رفسنجانی، ولی اینها اونقدر نفوذ نداشتند که این محدودیت ها رو رفع کنند از آقای خاتمی. بنابراین باید عامل جدیدی وارد بشه که بتونه از شدت این محدودیت ها کم بکنه. مثلا اینکه فرض کنید کسی مثل حسن روحانی قادر بشه که خلأ شکل گرفته در نبود آقای رفسنجانی رو پر بکنه. اگر این اتفاق بیفته، چه بسا او در موقعیتی قرار بگیره که بخشی از این محدودیت ها رو بتونه رفع بکنه. در مقابل ممکنه که نبود آقای رفسنجانی باعث بشه که برخوردهایی که به هر حال او همواره سعی میکرد با رایزنی های پشت پرده در اتاقهای دربسته در دیدارهای خودش با آقای خامنه ای اونها رو مهار بکنه، از شدت استکاک ها کم بکنه، در نبود این نیروی میانجی که بتونه در واقع دو طرف رو به نوعی به هم نزدیک بکنه، استکاک ها بیشتر بشه، شدت برخورد ها بیشتر بشه، به ویژه به دلیل در پیش بودن انتخابات. یعنی فرصت خیلی کمی هست که بخوان اینها در واقع سازماندهی بکنن. ممکنه که این انرژی که الان رها شده قابل کنترل نباشه و برخوردها تند بشه، برخوردهای حزبی شدت پیدا بکنه. در اون شرایط باید میشه پیش بینی کرد که محدودیت‌های از این نوع
افزایش پیدا بکنه. ولی واقعا پیش بینیش در چنین شرایطی به سادگی ممکن نیست. همونطور که گفتم اگر عامل جدیدی وارد این بازی نشه، باید انتظار داشت که آقای خاتمی همچنان با این محدودیت ها مواجه باقی بمونه. گمانه‌زنی های زیادی درباره کسی که نقش آقای رفسنجانی رو به عهده خواهد گرفت مطرح شده، از جمله اونها آقای ناطق نوریه. از دید تو آیا فاکتورها و المان های لازم رو آقای ناطق نوری داره برای اینکه بتونه جای آقای رفسنجانی رو پر بکنه؟ ببینید، آقای رفسنجانی تنها رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام نبود. بنابراین وقتی صحبت از جانشین میکنیم باید مشخص کنیم که منظورمون در کدوم حوزه است. او در چند حوزه تاثیرگذار و متنفذ بود. یکی از اونها سمت رسمیش بود به عنوان رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام که بخشی از ساختار قدرته. آقای هاشمی هم در ظرفیت رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام نبود که در واقع این صحبت ها رو میکرد. او چهره ای بود، یار نزدیک آیت الله خمینی بود، چهره دوم نظام برای سالهای متمادی بوده، یک پشتوانه اینچنینی داشت که اون صحبت ها رو مطرح میکرد. امام جمعه موقت تهران بود، هرچند که عملا بعد از اون نماز جمعه دیگه نتونسته از تریبون نماز جمعه استفاده کنه، ولی سمت های اینچنینی رو هم داشت. بنابراین باید مشخص بکنیم که او در وقتی از جانشین اون صحبت میکنیم در کجا. آقای ناطق نوری در حال حاضر درسته الان اصلاح طلبانی که در سال 76 او رو دشمن و رقیب اصلی خودشون قلمداد میکردن، به دلیل ورود نیروهای تازه‌ای مثل محمود احمدی نژاد و تحولاتی که در ساختار قدرت شکل گرفت، دست بالا پیدا کردن نیروهای تندرو، امروز نزدیک شدن با آقای ناطق نوری. امیدوارن کسی مثل او رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام بشه. ولی آقای ناطق نوری ضرورتاً از چنین جایگاهی نمیتونه جنبه های دیگر آقای رفسنجانی رو هم داشته باشه. این بنابراین من فکر میکنم اون جایگاهی که آقای رفسنجانی داشت عملا تقسیم میشه و باید نیروهای متعددی اگر امکانش رو بیابن مجموعا بتونن اون نقش رو یک جا یعنی کسی نیست امروز که یک جا بتونه اون نقش رو ایفا بکنه. یک کسی مثل آقای ناطق نوری اگر آقای خامنه ای او رو منصوب بکنه، البته در مجمع تشخیص مصلحت نظام میتونه این کار بکنه و در اونجا به تدریج در واقع پایگاه خودش در ساختار قدرت رو تثبیت بکنه و از اون طریق اقدام بکنه. در حوزه‌ای که به بخش بیرون از قدرت مربوط میشه بعید هست که او بتونه این نقش رو ایفا بکنه. شاید کسان دیگری بیشتر بتونن چنین کاری رو انجام بدن.